دیدیم که احمد خان تنگستانی آگاه از دسیسه های خصم پس از زد و خوردی کوتاه کاپتن فلیکس جونز نماینده دولت انگلیس در خلیج فارس و یکی از جاسوسانش را به هنگام جاسوسی پیرامون قلعه ریشهر به دام می اندازد. بیافت جلا برا نبیافت. به کاپتن هشدار می دهد و جاسوس را با خود به قلعه می برد. کجایی هستی؟ من بندر ریگی هم. بندر ریگی هستی؟ لباس تنگستونی می پوشی؟ اسمت چیه؟ غلام علی. تو غلام علی هستی یا غلام انگلیسا؟ غلام علی جاسوس اعتراف می کند که امپراتوری انگلیس به بهانه حمایت از حاکم هرات در تدارک حمله به بندر بوشهر است. از کجا؟ از بمبئی. شاید هم یه عده‌ای را از بحرین بیارن. چند نفر؟ حتما کمتر از 7,000-8,000 نفر نیستن. 7,000-8,000 نفر. طرف ما اجنبیه، باید هممون جلوی اون وایسیم. پشت به دشمن کردن یعنی تسلیم. میهن پرستان جنوب، مردم تنگستان و بندر بوشهر به رهبری احمد تنگستانی و مجتهد شهر به پا میخیزند. استفسار شده بنا به نص آیه شریفه جهاد بر همه مسلمین واجب است. 400 مرد پیرامون قلعه نیمه ویران سنگر میسازند و سلاح‌های پوسیده را به جوهر ایمان صیقل می‌دهند. تنها رزم‌آوران در نبردگاه می‌مانند. کنسول انگلیس به دسیسه و تطمیع تمام دست‌های کمک را قطع می‌کند تا دلیران را در این نبرد نابرابر تنها بگذارد. چی کار باید کرد؟ یاغی های تنگستان حتما تنها میمونند. حتی خان دشتی متحد دیرین نیز از یاری به دلیران باز میماند. اما حاکم بوشهر در پاسخ پیام کنسول انگلیس که او را دعوت به ترک بوشهر میکند با یک تصمیم غیر منتظره سلاح‌های زرادخانه حکومتی را به مردم تحویل می‌دهد تا از شهر خود دفاع کنند. نه، من در بوشهر می‌مونم. تکلیف منو دولت مرکزی معین می‌کنه، نه بالیوز دولت فخیمه انگلیس. فوراً اسلحه و مهمات حکومتی رو به مسجد ببرین، تحویل مجتهد بدین که بین مردم تقسیم کنند. کنسول هراسان از خشم مردم بوشهر را ترک می کند تا به ناوگان انگلیس که در آبها لنگر انداختند ملحق شود. بر می گردم. لحظه رو در روی نزدیک می شود. رزم ناوها در برابر سنگر دلیران مستقر شدند. آیا خاک گرم جنوب به آسانی پذیرای سپاه دشمن خواهد شد؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. کشتیان که از فرماج اومدی؟ بله، میبینی که احمد خان است. بله، بفرمو تو. مثل این که خان دشتی پیغام داده نمیتونه کمک کنه. حالا معلوم میشه. نباید زیاد بدبین باشیم. خانه دشتی نامه فرستاده. سلام علیکم. خودش نیومده. انگار نتونسته. برو استراحت کن. چشم. کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من. مردان،
در این جهاد تنها هستیم. از عمان حکومت بوشهر و خوانین مزدور امید یاری نداریم. به کمک سهراب خان قشقایی هم نمیشه دل بست. دشمن اهل دشتی و دشتستون رو گرفتار راهزنا کرده. ما با اون عده از مردم با همت بوشه که برای حفظ آب و خاکمون، برای زن و فرزندانمون می جنگیم، تنها هستی. دشمن این بار از همیشه زورمندتره. جهازات جنگی داره، تفنگ داره، توپ جدید داره، 7-8 هزار سوار و پیاده داره. اما ما چی داریم؟ این تفنگای سرپره قدیمی. اما قدرت ایمون، غیرت، مردونگی زامن فتح ماست. به سلامتی لشکریان اسلام صلوات بلند خواد کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد به این جوان نگاه کنیم. تا چند ساعت دیگه جنگ شروع میشه. میونشون خوب نگاه کنین. میون مرده و زنده شون یه دونه هم سن و سال این پیدا نمی کنید. برای چی؟ برای اینکه اونا مزدورن، برای اینکه اونا تجاوزکارن، برای اینکه اونا غارتگرن. اما ما برای هستیمون می جنگیم. ما برای هستیمون می جنگیم. با این توصیف اگه کسی فکر میکنه طور دیگه ای میتونه با دشمن بجنگه، میتونه نمونه. میتونه از پیش ما بره. تو هم میتونی بری. ولی دیگه من غلام علیم. نه، بیا بریم. ولش کن، بذار خودش تصمیم بگیره. هوشیار باشید. دلاشی، سراتون پایین.
جلب باشید. تونتر تونتر جلب باشید. ببریدشون بر. مواظب باشید دیده نشه. یه جایی مخفیش کنید. تونتر کمک کنید. جلب باشید. بیاریدش بیرون. یک کمی تونتر. مواظب باشید. یک کمی تونتر. حسیبه. عجی تنه. خوب مواظب باشید. عجی تنه. ببریدش یه جایی مخفیش کنید. مواظب باشید دیده نشه. دقت کنید. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا سرگردونی؟ پدر کجاست؟ بالاست. برو خبرش کن. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. سبحان ربی العظیم. پدر الله اکبر. آره بریم. زار جمشیدو، تو که به بلوک رفته بودی پس چرا برگشتی؟ آخه دلم تاب نیاورد اونجا بمونم. من که میتونم به جنگم، چرا پیش زنا و بچه ها بمونم؟ باقر خان تو فنگا رو زمین نذاری. لله و انا الیه راجعون. پاشو به بقیه زخمی ها برس. زار جمشید اونجا قرار نگرفت برگش اینجا. الان مرد. چه مرد شوخی بود. خب منو تو هم اگه نجنبیم تا چند لحظه دیگه میمیریم. به مردهای کنار ساحل بگو آماده باشن. در آمد شروع میکنیم. این شهادت خوشید. شهادت. پسرش میدونه؟ الان کجاست؟ کنار دریا. خب اگه صلاح دونستی میتونی بهش بگی. برو برو دیگه بجون. بودوی یالا یالا بودوی پشت بوتا وایسی. رستم رستم چیه؟ رستم ببین چی میگم. زار جمشیدو چی شده؟ پدرت مرده. که؟ همین الان خواستم بهت بگم که باید مواظب خانوادت باشی. منتظر علامت احمد خان باشی. آتیش کن! آتیش کن!
هستم باید بسید بخونم. انگلیس ها دارن عقب میشینن. باید حوصله کنیم، صبر کنیم. آتیش! که تیرشون به سنگ خورد. تازه اول کاره. تلفات خیلیه؟ درست نمیدونه. بریم پیشوازشون. بریم. علی بگو با کش نیست. بریم اون بر. حالت چطوره رستمون؟ با کیم نیست. پدرت شهید شد میدونی؟ با این وضعی که پیش اومده میتونیم بری، مجبور نیستی جنگ کنی. اونم مجبور نبود. خسته نباشی. سلامت باشی. علی یارتون. یه قایق با پرچم سفید داره میاد. حتما کلک تو کاره. تو برو تو قلعه. پیشنهادی دارم. حتما یه پیشنهاد خوب. تسلیم بلا شرط. وقتی رسید ساحل تفتیششون کن. چشم احمد خان. بگرد. اسلحه را در ساحل تسلیم کنید. تا صبح منتظر می شویم. یا بگیر.
پدر، من کار درستی کردم، اما ممکن از راه زمین به ما حمله کنه. شما با چند تا تفنگچی، با خورشیده و هر کدوم که خودتون صلاح میدونید، برید بوشهر بالیوس خونه رو تصرف کنید. باید مردم مطلع باشن، وگرنه وحشت میکنن. از اون گذشته ما بهشون احتیاج داریم. از حالا تا فردا صبح وقت دارید که مردم رو آماده کنید. پدر، این یه خود است. اینم یه حقه است. چرا جا خوردی؟ فکر میکردی انگلیس ها ریشه رو گلبارون میکنن؟ مگه اونا تو ولایتشون کس و کار ندارن؟ لابد اونا مجبورن بیان اینجا تو ولایت قربت بجنگن، نیست؟ اونا رو سر ما آتیش میبرن و وقت تا فکر کس و کارشون هستی؟ یادت باشه اگه نجنبین باختی؟ گذشت نمی کنین، اونا هم گذشت نمی کنین. بیا بگیر، دست درد نکنه. بگیر قربون دستت. بیا درد نکنه. بیا اینم مال تو. دست شما درد نکنه. Keep them out! چی کار داری میکنی؟ یاف جلا چی کار داری میکنی؟ آره ببینم، معطل نکن، یالا بجام ببرنش پیش باقر خان. وقتی که یه پدر سخته یاف جلا، یالا آره ببینم بجام زودتر. نامرد نمک به هرون الله. آره ببینم. باش.
باش ببینم پان تر بارا به جام ده برو معطل نکن یالا ببینم برو سگ اجنبی برو جلو خدا شاهده تا به حال بجز خدمت به این آب و خاک قصد دیگه ای نداشتم خدمت؟ حالا با من میخواین چی کار بکنی؟ به حرمت نون و نمکی که تو خونتون خوردم از خون من در گذاری تمنا میکنم از خون من در گذاری برو گم شو ده ده بیزاریم بره باقر خان نه به خواهی نمون ندیم بکشینش 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 شنیدم که ساز شبیخون گرفت به بیچارگی راه افزون گرفت چمین ساختم در پس پشت اون نماندم به جز باد در مست اون سلام احمد خان سلام علیکم راحت باش سلام سلام برادر مرمتت زیاد سلام علیکم مرشه چطوری؟ سایت سلام برادر راحت باش چطوری مرشه؟ قد چطور احمد خان؟ ای تا مردای یلی مثل شما داریم از کسی باک نداریم خداوند یار یاورت باشه جمون یالی علی یارت علی علی ماشه یالی چو فردا براید بلند شلوغش نکن مرشد شاه نوم خونی که تیر نخوره حرفش در رو نداره خانزاده اگه اونا نشونه گیریشون خوب نیست تقصیر من و شما چیه من و شما کارمون رو کردیم تیر اونا به خطا رفت خیلی خوب بخون گوش میکنی باشه بیفکندمش چون یکی اجده ها بریدم سرش زنطن بیده ها فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سلم را کیمیا چون سر ایرج شهریار خان دارن پیاده میشن جلو نخلسون زار حسن سر او به نگزه فرستادمت خب یا حق مرشد ما رفتیم حق منم بیام نه تو همینجا باش اگر سلم در جرف دریاو شود و اگر بر فلک چون سریاو شود به چنگ آرمش سر ببرم زتن خان خیلی هم نگاه کن به توپچی ها خبر بده بدو نباید بهشون فرصت داد زار فرهاد تو مرداتو میبری جلو در امتداد ساحل سنگر میگیری بریم منتظر علامت من باشین بدو این شما هم از این طرف تو نخلستون جد باشین دلده عجله کنید بدوی
میزنی خوب میزنی.